شادی همچو آب لطیف صاف به هر جا می رسد، در حال شکوفه عجبی می روید. خوب گویم و خوش گویم، از اندرون روشن و منورم. آبی بودم بر خود می جوشیدم و می پیچیدم و بوی می گرفتم، تا وجود مولانا بر من زد. روان شد، اکنون می رود خوش و تازه و ز یزدان و از ما بران کس درود، که از داد و مهرش بود تار و پود. سلام و درود و تحیت به تمام شنوندگان عزیز. اینجا رادیو مهر، با هم به مناجات های امروز گوش میکنیم. سپاس خداوندی را که به ما موهبت بودن در کنار دوستان همدل را عطا کرد، تا به نور معرفت دلهامان روشنی یابد و کاممان به ذکر او شکری. خداوندی که دوستان خود را توفیق گذر از قیل و قال به وادی ذوق و حال میسر گردانید و ایشان را از تنگنای عرصه عبارت به دریافت اشارت بشارت داد. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. و سپاس خداوندی که آتش عشق خیش در جان جویندگان خود برافروخت، تا ناپاکی ایشان بسوخت و چشم از هر چه غیر اوست بدوخت. خداوندی که بی هیچ منت موجودات عالم را از خزانه غیب خود روزی می دهد. اوست که روزی ماهیان و پرندگان آسمان را هر کدام در جایگاه خیش مقرر فرمود. رزق را روزی رسان پر می دهد، بی مگس هرگز نماند عنکبوت. الهی شوق طلب در ما برافروز، تا آتش عشقت در جان بیافروزیم. به نور اشراق جان ما بنواز، تا براق بی‌نیازی مرکب خود سازی. جامه یگانگی بر تن ما دار، تا اندیشه خود از پریشانی باز داریم. الهی به یاران سرای مهر ما صفا، به روندگان راه مهر بقا، به آزمندان سخا، به یاران جفا پیشه وفا، به درماندگان من
دوا و خسته دلان بینوا را شفا عنایت بفرما. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. یک آهنگ گوش میکنیم با هم و برمیگردیم. حمید هیراد به چرخا در برم، به چرخا در برم، رقص کنم گو مرا مستم کنو، مرا مستم کنو، نعره زنان گو. کو به کو آمدم، مو به مو آمدم، تارگی سوی تو دیدم، سمت او آمدم. مو به مو آمدم، من کو به کو آمدم، تارگی سوی تو دیدم، سمت او آمدم. دل ای دل، ای دل ای دل، ای دل ای دل. عقل مرا، هوش مرا برد چشمان تو، ایمان مرا، عقل مرا برد چشمان تو، دل داده او گشتم و میکشد مرا، خم ابروی تو، سر به سر دل من نزار، عشق منو دیگه در نیار، عاشق شده منم این یه بار جون تو. کو به کو آمدم، مو به مو آمدم، تارگی سوی تو دیدم، سمت او آمدم. مو به مو آمدم، من کو به کو آمدم، تارگی سوی تو دیدم، سمت او آمدم. دل ای دل، ای دل ای دل، ای دل ای دل، هر لحظه به دام تو گرفتارم و بیمارم، هر لحظه به دام تو گرفتارم و بیمارم. بیا جون دلم، ناز تو خریدارم، بیا جون دلم. ایمان مرا، عقل مرا برد چشمان تو، دل داده او گشتم و میکشد مرا، خم ابروی تو، سر به سر دل من نزار، اشک منو دیگه در نیار، عاشق شده منم این یه بار جون تو. مقاله‌ای داریم از بابک صفوت که با هم میشنویم. هیچ کس ابن هیچ کس. بزرگی عارفان راستین هرگز به داشتن القاب و پیشوند و پسوندها نبوده و از همین روی زمینه مناسبی رو برای برقراری ارتباط و پیوند با مردم و جامعه دارا بوده. در این میان برخی چون مولانا کسی را در ناکسی یافته و لاجرم کسی را در ناکسی در می بازد و برخی دیگر چون ابو سعید ابوالخیر خود را هیچ کس می نامد. چنانچه آمده است:
روزی ابو سعید ابوالخیر در نیشابور به تعزیتی می شد. معرفان پیش شیخ باز آمدند و خواستند که آوا دهند، چنان که رسم ایشان بود و القاب برشمارند. چون شیخ را بدیدند پرسیدند که شیخ را چه لقب گوییم؟ ابو سعید گفت در روید و آواز دهید که هیچ کس ابن هیچ کس را راه دهید. متاسفانه کوچکترین القاب ما در میان روحانیونمون عبارتند از حضرت آیت الله العظما یا دام ظله العالی، در سلسله های تصوف حضرت آقا، جناب شیخ، مرشد کامل، قطب زمان، در دانشگاهیامون استاد و دانشمند معظم و عالی قدر جناب آقای دکتر فلان، و یا فلان مدیر در اداره سینمای ایران چند خط عنوان دارد، مدیر کل محترم اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سمعی و بصری وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی جناب آقای فلان، و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یکی از دوستانمون استاد دانشگاهیه در شهر آستین ایالت تگزاس که در سه رشته دارای دکترینه. گمان میکنید که شاگردانش او رو چه مینامن؟ مایک. همین. و اما مطلب کوتاهی داریم از شیوانا که در سرزمین هندوستان از او به عنوان استاد عشق و معرفت یاد میشه که با صدای بانو راد و در مرکز جهانی مولانا آماده شده که با هم میشنویم. مرد جوانی پدر پیرش مریض شد. چون بیماری او شدت گرفت وی را در گوشه جاده رها کرد و از آنجا دور شد. پیرمرد ساعتها کنار جاده افتاده بود و به زحمت نفسهای آخرش را می کشید. رهگذران از ترس واگیر داشتن بیماری روی خود را به سمت دیگری می چرخاندند و بی اعتنا به او
به راه خود می رفتند. شیوانا که از او در تاریخ مشرق زمین و هندوستان به عنوان استاد عشق و معرفت و دانایی یاد می شود، از آنجا گذر می کرد. به محض اینکه پیر مرد را دید، او را بر دوش گرفت تا به نزد طبیبی برده و درمانش کند. یکی از رهگذران به طعنه به او گفت: این پیر مرد فقیر است و بیمار و مرگش نیز نزدیک. نه از او سودی به تو می رسد و نه کمک تو تغییری در حال او دارد. حتی پسرش هم او را به حال خود رها کرده و رفته است. تو برای چی به او کمک میکنی؟ شیوانا پاسخ داد: اگر من هم مانند پسرش و رهگذران او را به حال خود رها کنم، چگونه روی به آسمان برگردانم و از خالق هستی تقاضای هم صحبتی داشته باشم؟ من دارم به خودم کمک میکنم. و اما میپردازیم به بخش معرفی یک اثر عرفانی به نقل از ویکی‌پدیا و دانشنامه آزاد و کتاب اسرار و توحید. اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابو سعید ابوالخیر کتابی است با موضوع تصوف که 130 سال پس از مرگ ابو سعید ابوالخیر توسط یکی از نوادگان او به نام محمد ابن منور در خراسان نگاشته شد. تاریخ تألیف آن را در حدود سال 570 هجری قمری دانستند. محمد ابن منور کتاب خود را به 3 باب تقسیم کرده است. باب اول در ابتدای حالت شیخ. باب دوم که به بیان حالات شیخ ابو سعید در سالهای میانی زندگی او اختصاص دارد. بسیاری از گفته ها و اشعاری را که بر زبان وی رفته گردآوری و نقل کرده است. و باب سوم انتهای حالت شیخ است. این کتاب انشایی روان و منسجم دارد و یکی از شاهکارهای نثر فارسی به شمار می رود و به لحاظ ارزش هنری و چیره دستی نویسنده در اسالیب گوناگون بیان و شیوه داستان پردازی و انتخاب کلمات در صدر میراث ادبی زبان فارسی قرار دارد. این اثر زندگی نامه عارف بزرگ و انسان نمونه تاریخ فرهنگ ایران ابو سعید ابوالخیر میهنی است که در تاریخ عرفای ایران والاترین جایگاه را دارست. این کتاب تنها زندگی نامه ابو سعید نیست، بلکه یکی از برجسته ترین منابع تاریخ تصوف ایران و یکی از مهمترین اسناد تاریخ اجتماعی این سرزمین در یکی از مهمترین ادوار تاریخ ایران نیز به شمار می رود. قسمت هایی از این کتاب رو براتون تهیه کردیم، با هم می شنویم. حکایت دیدار ابو علی سینا که استاد منطق و حکمت بود با ابو سعید ابوالخیر که ذوق اشراق داشت و می گفت که علم باید به مقام شهود رسد، این گونه آمده است. خواجه بو علی با شیخ در خانه شد و در خانه فراز کردند و 3 شبان روز با یکدیگر بودند و به خلوت سخن می گفتند که کس ندانست و نیز به نزدیک ایشان در نیامد. بعد از 3 شبان روز خواجه بو علی برفت. شاگردان از وی پرسیدند که شیخ را چگونه یافتی؟ گفت: هرچه من می دانم او می بیند. از شیخ سوال کردند که ای شیخ، بو علی را چون یافتی؟ گفت: هرچه ما بینیم او می داند. یک روز شیخ ما با جمع صوفیان به در آسیایی رسید.
سر اسب کشید و ساعتی توقف کرد. پس گفت: می دانید که این آسیا چه می گوید؟ می گوید: عرفان این است که من درانم، درشت می ستانم و نرم باز پس می دهم و گرد خیش طواف می کنم و در خود سفر می کنم تا هرچه نبایست از خود دور کنم. وقتی شیخ ابو عبدالله باکویه در مجلس او خواجوار و متکبر نشسته بود، یکی دعایی کرد که خدایت در بهشت کناد. او سعید گفت: ما را بهشت نباید، با مشتی لنگ و لوک و درویش. در آنجا جز شلان و کوران و ضعیفان نباشند، ما را در دوزخ باید. جمشید در او و فرعون در او و هامان در او و شیخ در او، و اشاره به عبدالله باکویه کرد و ما در او، و اشارت به خود کرد. دوزخ شرری ز آتش سینه ماست، جنت اثری زین دل گنجینه ماست. فارغ ز بهشت و دوزخ ای دل خوش باش، با درد و غمش که یار دیرینه ماست. روزی شیخ ابو سعید ابوالخیر بر منبر آماده وعظ بود. مردمان بسیار می آمدند، چنان که هیچ جای نبود. معرف بر پای خواست و گفت: خدایش بیامرزد، هر کس از آنجا که هست گامی فراتر نهد. شیخ پایین آمد و گفت: تمام حرف ما و همه پیامبران همین بود که از آنجا که هستید یک قدم فراتر آیید. یک آهنگ زیبا و کوتاه عرفانی داریم، با هم گوش میکنیم. باران که شدی ما پرس این خانه یکیست، سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست. باران که شدی پیاله ها را نشما، جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست. با سوره دل اگر خدا را خواندی، حمد و فلق و نعره مستانه یکیست. این بی خردان خیش خدا می داند، اینجا سند و قصه و افسانه یکیست. باران تو که از پیش خدا می آیی، توضیح بده
عاقل و دیوانه یکیست، بر درگاه او چون که بیفتن به خاک، شیر و شتر و رستم و موریانه یکیست. باران تو که از پیش خدا میایی، توضیح بده عاقل و دیوانه یکیست، بر درگاه او چون که بیفتن به خاک، شیر و شتر و رستم و موریانه یکیست. از قدرت حق هرچه گرفتن به کار، در خلقت تو و بال پروانه یکیست. گر درک کنی خودت خدا میبینی، درکش نکنی کعبه و بتخانه یکیست. باران تو که از پیش خدا میایی، توضیح بده عاقل و دیوانه یکیست، بر درگاه او چون که بیفتن به خاک، شیر و شتر و رستم و موریانه یکیست. مقصود
و بخش پایانی برنامه قسمتی دیگر از سیدی تا ملاقات خداست که درباره جلوگیری از اعدام یک مجرم که مولانا مانع از مرگ اون میشه و براش درخواست عفو و بخشش میکنه. در همین رابطه مقاله‌ای داریم از استاد صفوت که بخش کوچکی از اون رو براتون میخونم. اگرچه قدمت خشونت و عمل نامتعارف حلق‌آویز کردن انسانها از زمان زمامداری حمورابی‌ها و سپس یونانیان آغاز شد، اما تا همین 200 سال قبل و در انقلاب کبیر فرانسه نیز حدود 50,000 انسان توسط گیوتین محکوم به مرگ و قطع سر شدند. ویکتور هوگو بر این باور بود که اگر در سر یک ملت بذر دانش و اخلاق بکارید و آنها را آبیاری کنید، حاصل خیز کنید، روشن کنید و تربیت کنید، خواهید دید که دیگر نیاز به بریدن و به داراویختن این سرهای نازنین نیست. مولانا نیز پیش از وی و در 800 سال قبل به رویارویی با سنت ناپسند حلق‌آویز کردن جنایتکاران برخاست و با خلاص کردن سوریانوس از شوبه دار به ما آموخت که خون را با خون نمی شویند و ریشه های بزهکاری را باید در دشواری های جامعه و روانی فرد جستجو نمود. چنان که می فرماید این زبد نامان نباید داشت ننگ، هوش بر اسرارشان باید گماشت. او بیباکانه در برابر امر و نهی دین مداران سنتی قد برافراخت و بایدها و نبایدهای مرسوم را به قربانگاه عشق برد تا از آموخته های ملالاور مردگی رهانیده و دلها را به عشق زنده کند. در باور او بالاترین عیب آدمیزاده این است که خود را بی عیب ببیند و دیگران را گناه آلود. اساساً عرفان نوش دارویی است بر جزمندیشی و پادزهری بر تندخویی و عارفان با تأسی از اندیشه های رواداری به رویارویی با درشتی و دشواری ها برخواستند و حالان که جو فروشان گندم نمای در ره شرع و طریق به ره قطاع و طریقی رفته، چون عنکبوتان چنان تارهای نادانی بر جلوه‌های حقیقت تنیدند که روشنی آن در محاق گم شده است. کلام آخرین که از حسن اتفاق همینک در 170 کشور عضو سازمان ملل مجازات اعدام لغو شده و تنها در معدودی این رویه ناروا ادامه دارد که امید است آنان هم به زودی پیام عشق و مهر و رقت قلب عارفان ایرانی را دریابند و همزبان با مولانا آواز در دهند که مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. مولانا آخرین سالهای عمر خود را سپری می کرد که در بامداد یک روز سرد پاییزی با خبر شد در میدان اصلی شهر مردی را به دار خواهند آویخت. مولانا درباره او پرسش کرد و دریافت که او مردی است به نام سوریانوس از اهالی روم که مرتکب قتل عمد گردیده و فردی را کشته است. در میدان شهر مردمان گرد آمده بودند تا به تماشای آخرین دقایق حیات مردی بنشینند که آوازه و شهرت بیباکی و شرارتش زبان زده عام و خاص گردیده بود. دقایقی پس از آن مولانا با جمع یاران خود به میدان شهر رسید و بدون تأنی به سوی سوریانوس و چوبه دار رفت و مردمان نیز به احترام او کوچه ای را باز کردند تا خداوندگار بتواند جلوتر رود. گمان مردمان این بود که مولانا از سر مهر و عطوفت
آهنگ آن را کرده تا پیش از بدار آویخته شدن برایش طلب آمرزش و رحمت کند. اما مولانا در درون خود به چیز دیگری می اندیشد. سوریانوس نیز که با چهره برافروخته و ترسناک در انتظار پایان آخرین دقایق زندگی بود، با دیدن مولانا و احترامی که مردمان برای او قائل شدند با خود اندیشید که چه بیهوده زیسته است و چه زیبا بود اگر سرنوشت برای او چیز دیگری رقم می‌زد. شهنگان سوریانوس را به طرف چوبه‌ای دار هل دادند و صدای ازدحام مردمانی که به تماشا ایستاده بودند تمامی فضا را در بر گرفت. طناب دار بر گردن سوریانوس قرار گرفت و صدای همهمه جمعیت بلند شد. یکی از آن میانه گفت: بکشید جنایتکار را. مولانا قدم پیش نهاد و گفت: دست نگاه دارید، او را نکشید. نفس ها در سینه ها حبس شد و سکوت مرگ باری میدان شهر را در بر گرفت. نگهبانان کمی عقب نشستند و چشم به فرمانده خود دوختند. مرد دستار بندی از میان جمعیت بیرون آمد و گفت: بدار آویزید او را، حکم او قصاص است و به مرگ محکوم است و حکم الهی لازم الاجراست. مولانا به خاطر آورد در آن هنگام که او هنوز جامه فقیهان از تن در نیاورده بود، او هم فتواهای خود را لازم الاجرا می دانست. همچنین با خود اندیشید که اگر جنید بغدادی جامه اهل فتوا به تن نمی کرد، شاید هرگز فرمان به قتل منصور حلاج نمی داد. آری، زمان به سرعت در حال گذر بود و سکوت تمامی میدان اصلی را در بر گرفته بود و همه در انتظار آخرین واکنش مولانا بودند. مولانا به طرف سوریانوس رفت، قبای خود را درآورد و بر روی او انداخت و گفت: برای او درخواست بخشش دارم. دستاربند گفت: امکان ندارد، باید قصاص شود، چشم در برابر چشم. فرمانده نگهبانان نگاهی به مرد دستاربند و نگاهی به مولانا انداخت و به احترام مولانا به میر غضبان فرمان داد: تا رسیدن فرمان از سوی معین الدین پروانه حاکم و صاحب روم و یا امین الدین میکائیل نایب السلطنه، حکم به تأخیر خواهد افتاد. سوریانوس در حلقه مریدان در کنار حسام الدین و دیگر یاران مولانا نشسته و گوش دل به سخنان او سپرده بود. مولانا او را علاءالدین نامید، زیرا که او استعداد خارق العاده ای در یادگیری معارف الهی از خود نشان داد تا به آن پایه که مشایخ و بزرگان در تقریر معرفت و سیر او حیران مانده بودند. مولانا او را دو بار زنده کرد، یک بار از مرگ به زندگی و یک بار هم دل مرده او را به عشق زنده ساخت.
از صدای سخنش ندیدم خوشتر، از صدای سخنش ندیدم خوشتر. یادگاری که در این گنبد دوار بماند، آی آی صد گونه صفات مظهر آمد، صد گونه صفات مظهر آمد. دل خلوت خاص دلبر آمد، دلبر ز کرم به دلبر آمد. دل خلوت خاص دلبر آمد، دلبر ز کرم به دلبر آمد. دل خلوت خاص دلبر آمد.